بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا الله مخور آخر طبيب درد من دون خواهد آمد شفا بخشم دل امیدواران خواهد آمد درد من دان مستمن به خدا مردم آقام بیا به خدا عاشقا آقام بیا یکی از کسانی که شرف یاب شد محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسگری اسماعیل هرقلیه هرقل یکی از دهات و قریه های اطراف هلال اسماعیل
یکی از بندگان خدا ساکن در اون قریه زارع یا آدمی در این قرا زندگی می کند، یه زخمی روی ران پای راستشم، هر سال فصل بهار که می شود این زخم شکافته می شود، خونابهش میاد، ناراحتش می کند. خب یه آدم زارع و یه آدم کم درآمد و یه آدمی که از نظر مالی وضعش عقب افتاده، ای چقدر میتونه مگر خرج حکیم و دوا کند؟ یه روز دیگه به سطوح آمده بود، آمد هلم پیش بزرگترین عالم شیعه هلم مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، گفت آقا من که وضعم خیلی بدم، این زخم پامم منو ناراحت کرده، آقا شما که با این اطبا و دکترا آشنایی بیشتری دارید میتونید از این آشناییتون به نفع من ناتوان استفاده کنید. با آغوش باز و روی باز فرمود مانعی نداره اسماعیل هرقلی. اطبای هله رو آقا خواست، عیادتی کردند و دیدنی از پای بنده خدا، همگی بالاتفاق گفتن باید زخم روی ران پای بنده خدا بریده بشود و برداشته بشه، و اگر این زخمو ببریم و برداریم این رگ اکحل چه درش در این رگ روی پاش بریده میشه، خون ریزی زیادی خواهد کرد و این خواهد مرد، چون ما وسیله دوخت این رگ رو نداریم. نتیجتا مایوسش کردن از معالجه. اسماعیل هرقلی خیلی ناراحت شد. سید ابن طاووس تا دیدی بنده خدا متأثر شد، گفت اسماعیل من چند روز دیگه میخوام برم بغداد، کاری دارم، حاضرم تو رو با خودم ببرم بغداد، اطبای بغدادم پای تو رو ببینن، شاید اونا بتونن معالجه کنن. اسماعیل خوشحال شد، در خدمت این عالم بزرگوار اومد بغداد، اطبای بغدادم پاشو دیدن، همون تشخیص اطبای هله رو تأیید کردن، گفتن اطبای هله درست فهمیدن و گفتن راهش همونه. لا اله. اسماعیل سخت ناامید و مایوس شد، گفت آجان سید ابن طاووس، شما یک چند روزی در شهر بغداد کارتون رو انجام بدید، از این فرصت منم یه استفاده ای می کنم، اگر اجازه بدید این چند روزی که شما اینجا هستید منم برم سامر را یه زیارتی از قبر امام هادی و امام اصغری بکنم. فرمود برو. اسماعیل هرقلی اومد سامر را، یکی دوتا آشنا داشت اونجا، اونها هم وقتی وضع پاشو دیدن
و مایوسیش و از معالجه خیلی ناراحت شدن برام. اسماعیل ارغلی میگه یه رو از حرم اصغرین علیهم السلام بیرون اومدم، با خودم گفتم یه پا برم در سرداب مقدس امام زمان. اونایی که مشرف شدید میدونید من چی میگم، ده پونزه تو پله میخوره میره پایین سرداب. اسماعیل پاش خیلی ناراحت بود، اما گفت هر جوری هست از این پله میرم با این. همینجوری که میرم با این پاشو میذاش روی پله، درد میامد از این جگر صدا میزد یا صاحب الزمان. میگه من رفتم با این اعمال سرداب و انجام دادم، از سرداب اومدم بالا دیدم از این زخم پام خوناب زیاد اومده، لباسام ملوث و گذیب شده. گفت با خودم گفتم برم کنار این دریای دجله دم دروازه سامرام، یه خرد لباسمو بشویم، یه خرد پامم شست و شو بدم، خودمو تمیز کنم خیلی کثیفم. گفت اومدم لباسمو شست و شو دادم، انداختم روی سنگای کنار دجله خوش بشه، پامم تمیز کردم. هنوز یه خرد لباسم مرطوبی بود، خوش نشده بود، تنم کردم. یواش یواش می اومدم درب شهر، یه وقت دیدم چهار تا عرب سوار بر چهار تا اسبن دارن میان، یکیشون جلوه یه جوانیه مثل برز قمره. ای بربونش بشم، ای فداش بشم، سه نفرم دنبال سرشن، یکی از اون سه نفر یه پیرمرد موقر محاسن سفیدیه. گفت یه وقت دیدم این جوان اومد از جلوی من رد شد، یه نگاه مشفقانه ای به من کرد و یه سلامی کرد، من جوابش دادم. یه وقت اون جوان بعد از سلام به من فرمود به اسما، صدا زد اسماعیل چتا بابا. گفتم آقا ای پام ناراحت از زخمه، دکترها جوابم کردن ناراحتم. گفت همینطوری که سوار اسبش بود خم شد، دست راستش رو گذاشت رو زخم پام، از رو لباس یه فشاری داد، فرمود اسماعیل انشالله پاد خوب میشه. سوار اسبش بود و رفت، یه دو سه قدمی که رفت و پیرمردی که دنبال سرش بود باز عمر رو به صدا زد، گفت اسماعیل نشناختیش؟ گفتم نه. گفت آقا تا. گفتم آقام کیه؟ گفت امام زمان ده. های 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 گفت دویدم جلوم رکابشو گرفتم، فرمود اسماعیل برگرد. گفتم نمیرم آقا. فرمود بر میگم برگرد. گفتم نمیرم آقا. دفعه سوم فرمود، یه وقت دیدم اون پیرمرد خطاب به من کرد، گفت اسماعیل حیا نمی کنی؟
سه مرتبت امام ده امرت میکنه برگرد، چرا اطاعت نمی کنی؟ یه وقت متوجه وظیفم شدم، دیدم راست میگه، ایستادم. اما چه ایستادنی؟ پیکرم اینجا ایستاده، اما روحم داره با آقا میره. ای ساربان از درون، ای ساربان از درون، آرام جان تا نمی روان، آن دل که با خود داشتم با دل ستا نمی time.